سلام دوستان، امروز توی این ویدیو بهتون یاد میدم که چطور میتونین با نرم افزار بترهش به سخت های ماینینگ وصل بشین و ارز های مختلف رو ماین کنین. با من همراه باشین در تکنوباز. از لینکی که براتون تو قسمت دیسکریپشن قرار دادم وارد این وبسایت بشین. البته میتونین با اسکن این بارکد هم وارد سایت بشین. وارد قسمت رجیستر بشین، آدرس ایمیلتون رو وارد بکنین، هر پسوردی که دلتون میخواد بذارین. من میتونم از پسورد پیشنهادی خود گوگل استفاده کنم یا هر پسوردی که دلتون میخواد میتونین بذارین. این تیک رو بزنید، Get started. خب همونطور که میبینید اکانت ما ساخته شد و با اکانت خودمون داخل سایت بترهش لاگین کردیم. روی این آیکون کلیک کنید، Download Now. اینجا کلمه Yes رو تایپ بکنید و Download Now. یه فایل .exe دانلود میشه. قبل از اینکه اجراش کنیم بهتره که بریم آنتی ویروسمون رو غیر فعال کنیم. آنتی ویروس رو باز کنید، روش کلیک کنید، تو قسمت منیج ستینگ تمام این دکمه ها رو خاموش کنید. پیامی که ویندوز میده رو نادیده بگیرید. مشکلی پیش نمیاد، این نرم افزار به هیچ عنوان بد افزار نیستش، ولی اکثر آنتی ویروس ها نرم افزارهای ماینینگ رو به صورت بد افزار شناسایی میکنن. وارد پوشه دانلود هاتون بشین و فایل ستاپ بترهش رو اجرا کنید. نکست. برنامه نصب شد، استاپش کنید، وارد قسمت ستینگ بشید، تو قسمت جنرال زبان مورد نظرتون انتخاب کنید. اگه با کامپیوتر شخصیتون میخواین ماین کنین بهتره که این تیکا رو بردارین و هر موقع که خودتون صلاح دونستین برنامه رو اجرا کنین. وارد بخش ماینرز میشین. اگر با سی پی یو یا کارت گرافیکتون میخواین ماین بکنین وارد این قسمت میشین و اگر دستگاه ASIC دارین میتونین از این قسمت اقدام کنین. اگر هم خواستین که فقط از استخر بترهش استفاده بکنین میتونین وارد این قسمت بشین و اطلاعات مربوط به استخرها رو اینجا ببینین. برمیگردیم به منو تنظیمات، وارد قسمت جی پی یو و سی پی یو میشین. خب اینجا سی پی یو و کارت گرافیک من رو شناسایی کرد. اگر شما از یه ریگ ماینینگ استفاده کنین اینجا همه کارت گرافیکتون رو مشاهده میکنین. اینجا خیلی مهمه که ما بنچمارک رو بزنیم و منتظر باشیم تا سخت افزار ما رو بررسی بکنه. بسته به تعداد سخت افزارتون این ممکنه مدتی طول بکشه. پیشنهاد میکنم که ماهی یک بار حتما این کار رو انجام بدین که بهترین درایورها و بهترین نرم افزار به شما پیشنهاد داده بشه. یا موقعی که نسخه جدیدی از برنامه رو نصب میکنین حتما این کار رو انجام بدین. باید منتظر بشیم تا عمل بنچمارکینگ تموم بشه. خب همونطور که میبینید بنچمارک ما تموم شد و تشخیص دادش که با سی پی یو چه کوینی رو ماین کنه و با جی پی یو یا همون کارت گرافیکمون چیا رو میشه ماین کردش. لیستی از کوین هایی که میشه با این کارت گرافیک ماین کرد رو اینجا به ما نشون میده، مثل بیت کوین گولد، مثل اتریوم و اتریوم کلاسیک و غیره. خب من میذارم روی همین اتریوم بمونه. سی پی یو رو هم غیر فعال میکنم. اپلای رو که بزنید تو صفحه هوم اگر شما استاپ کنید مایننگتون رو و دوباره استارت کنید متوجه میشین که فقط داره با جی پی یو ماین میکنه. اگر تمایل داشتین که با سی پی یو هم ماین کنه استاپ کنید، بریم توی ستینگ، اونجا سی پی یو رو انتخاب کنید، کوینش رو اپلای رو بزنید و میبینید که
این دفعه هم با CPU هم با GPU ماین میکنم. نکته مهمی که قبل از شروع کردن به ماینینگ باید حتما بدونید اینه که ماین کردن با هر نوع قطعه‌ای و با هر کیفیتی، چه CPU، چه کارت گرافیک، چه ماینر و حتی SSD ها آثاری داره که باید خودتون رو براش آماده کنید، مثل کوتاه شدن عمر قطعات، پایین اومدن راندمان قطعات، افزایش هزینه‌های برق و افزایش دما. پس اگر قطعات گرون قیمتی دارید حتما این رکات رو در نظر بگیرید. این نرم افزارم برای اینه که با مصرف برق بیشتر و اوورکلاک کردن کارت گرافیک شما درآمدتون رو بالا میبره. اگر دستگاه ASIC دارین میتونین اینجا اد رو بزنین، نوع دستگاهتون رو انتخاب بکنین و آدرس IPش رو بدین، نکست رو بزنین و مراحل رو دنبال بکنین. خیلی ساده است. قسمت Profit Switching میتونین گزینه Enable Profit Switching رو فعال کنین. این چی کار میکنه؟ میادش به تشخیص خود بتر هش کوینی که دارین استخراج میکنین رو تغییر میده، میبینه که کدوم کوین در آمده استخراجش میتونه بیشتر باشه و وقتی که اون عدد قابل توجه باشه به صورت اتومات سویچ میکنه روی استخراج اون کوین. و این دوتا مبنا میتونه داشته باشه، یکی تشخیص سرور خود بتر هش، یکی هم بر اساس بنچمارکی که روی سیستم خود شما انجام داده، یعنی با توجه به سخت افزار شما. خب احتمالاً این گزینه منطقی تره ولی باز بستگی به سلیقه خودتون داره. حالا من فعالش نمی کنم. توی قسمت شجولا میتونید با تنظیم جدول زمانبندی مشخص کنید که در چه روزها و چه ساعتهایی دستگاهاتون به صورت اتوماتیک غیر فعال بشن. وارد قسمت پیمنت میشین. قسمت اساین آیدی خیلی مهمه. اینجا باید ایمیلی که وارد کرده بودیم توی قسمت ساخت اکانت و پسورد رو وارد بکنیم تا اکانت ما وصل بشه به ماینرمون و بتونیم کوین هایی که با ماینرمون استخراج کردیم رو به اکانتمون انتقال بدیم. تا وقتی که این اطلاعات رو وارد نکنیم هیچ کوینی از ماینر شما به اکانت شما منتقل نمیشه. پس آدرس ایمیلمون رو اینجا وارد میکنیم، پسوردمون رو هم اینجا وارد میکنیم، اپلای رو میزنیم. وقتی وارد اکانتمون بشیم بعد از یک مدت ببینیم کوین هایی که داریم استخراج میکنیم مقدارشون اینجا تغییر میکنه. هر کدوم از اونا که به حد نصاب برسن رو میتونیم با وارد کردن آدرس کیف پول شخصیمون انتقال بدیم. نکته که وجود داره اینجا تو قسمت BTC Transfer از قسمت Automatic Withdrawal میتونیم انتخاب بکنیم که چه اتفاقی برای کوین های ما به صورت اتومات بیفته. اگر اینجا حداقل میزان برداشتمون رو بذاریم 1000 روم بیت کوین و آدرس کیف پول شخصیمون رو اینجا وارد بکنیم و ست ولت رو بزنیم، گزینه‌ای برای ما فعال میشه که به صورت اتومات کوین هایی رو که ماین کردیم رو بعد از رسیدن به این حد اقل مشخص شده تبدیل به بیت کوین کنه و برای ما ارسال کنه. یعنی براش مهم نیست شما دیگه چه کوینی رو استخراج کردین، هر چیزی که استخراج کرده باشین رو تبدیل میکنه به بیت کوین، که البته کارمزدش رو هم کم میکنه. عددی که اینجا نوشته 2000 روم بیت کوین کارمزد میگیره بابت این تبدیل کردن ارز شما به بیت کوین. ولی اگر مستقیم بیاین و تو صفحه اصلیتون خودتون آدرس کیف پول مربوط به هر کوین رو وارد کنین و انتقال بدین به کیف پول شخصیتون، دیگه کارمزدی بابت تبدیل از شما نمیگیره، فقط اون کارمزدهای معمول شبکه انتقال ارزهای دیجیتال ازتون کم میشه. تو قسمت ترانزکشن هیستوری میتونین تاریخچه نقل و انتقالات هر کوینتون رو اینجا مشاهده کنین. چون ما تازه اکانت رو درست کردیم هیچ مبلغی رو توش نمیتونیم ببینیم. تو قسمت مای ورکرز تعداد دستگاهایی که به یک اکانت وصل کردین رو اینجا به شما نشون میده، اسامیشون رو نشون میده و اینکه چه الگوریتمی و چه کوینی رو دارن استخراج میکنن.
به محض اینکه کوین استخراج شده رو از حسابتون خارج کنین، دوباره آن پیج شیر شما صفر میشه. وارد قسمت ستینگز میشین. همونطور که میبینین تنظیمات خاصی نداره، نوتیفیکیشن ها، تایم زون، کارنسی، چیزایی هم که میتونین به سلیقه خودتون تغییر بدین، تأثیری روی ماین کردن شما نداره. مثلا من روی یورو اگه بذارم، میزان ماین من رو اینجا به صورت یورو نشون خواهد داد. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که پیشنهاد میکنم حتما از قسمت سکیوریتی بخش تو فاکتور اتنتیکیشن رو فعال بکنین که بتونین به وسیله اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور تایید دو مرحله و موقع ورود به اکانتتون انجام بدین. اینجا هم لینک های دانلود گوگل اتنتیکیتور برای اندروید و آی او اس و ویندوز رو براتون قرار داده. نرم افزار بترهش نرم افزار امنیه و از مزیت‌هاش اینه که هویت شخصی شما رو نمیخواد تایید بکنه و همین که شما فقط با اکانتتون لاگین بتونین بکنین براش احراز هویت شده این. مثل خیلی از وبسایت‌های مشابه کاری به هویت شخصی و فردی شما نداره. نرخ کارمزد پایینی داره و تعداد زیادی از کوین‌ها رو ساپورت می‌کنه، اتوماتون رو می‌تونه تبدیل به بیت کوین کنه و براتون واریز بکنه. یه نرم افزار کم دردسر و خیلی منعطف با سخت افزارهای مختلف. امیدوارم بتونیم با بترهش خوب ماین بکنیم. موفق باشین. خدا نگهدار.